سرخط خبرها. تاکید آمریکا بر نقش ایران در حمله به سفارتش در بغداد. برایان هوک میگوید هدف ایجاد شکاف میان مردم عراق و ایالات متحده بوده. توافق دولت افغانستان و یونیسف بر سر برنامه حمایت از کودکان افغان. 6 میلیون کودک در خطرند. اعلام وضعیت فوق‌العاده در استرالیا برای مقابله با آتشی که همچنان زبانه می کشد. و عکاسی برای به دست آوردن دل منشوق نادیده. آتلیه‌ای در سنگاپور برای کارگران هندی هم سریابی می کند. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. با اینکه شبه نظامیان تحت حمایت ایران سفارت آمریکا در بغداد را ترک کردند، وزیر خارجه آمریکا گفته تحولات این منطقه را دنبال خواهد کرد. او به همین دلیل سفرش به اوکراین را لغو کرده. همزمان مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته این کشور با سازماندهی حمله به سفارت در پی ایجاد شکاف میان ایالات متحده و مردم عراق بوده. حکومت ایران میگوید به سوی جنگ نمی‌رود اما از جنگ هم نمی‌ترسد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. وبسایت تلویزیون دجله این تصاویر را از خسارت‌های ناشی از حمله شبه نظامیان مورد حمایت ایران به سفارت آمریکا در بغداد منتشر کرده. تصاویر داخل ساختمان سفارت را نشان می‌دهد که کاملاً تخریب شده. ساختمان سوخته و شیشه‌ها شکسته. نیروهای امنیتی عراق می‌گویند معترضان را بیرون راندند. سفارت آمریکا هم همه فعالیت‌هایش را برای مدت نامشخصی متوقف کرده. سه‌شنبه چند هزار نفر در اعتراض به حمله هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان کتائب حزب الله در عراق در برابر سفارت آمریکا در بغداد تجمع کردند. آنها به ساختمان سفارت حمله کردند و آنجا را آتش زدند. حتی روی دیوار سفارت نوشتند رهبر ما سلیمانی است. اشاره‌ای به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که حضور گسترده‌ای در عراق و رابطه نزدیکی با نیروهای هشت شعبی دارد. دونالد ترامپ ایران را مسئول کشته شدن یک آمریکایی در یک پایگاه نظامی آمریکا در عراق می‌داند و برای همین مواضع شبه نظامیان کتائب حزب الله مورد حمایت ایران را بمباران کرد، اتهامی که ایران آن را رد کرده. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، امروز در اهواز گفت ایران به سمت هیچ جنگی نمی‌رود اما از هیچ جنگی هم نمی‌ترسد. همان سخنانی که رهبر جمهوری اسلامی دیروز گفته بود. ما کشور را به سمت جنگ نمی‌بریم، لکن اگر چنانچه دیگران بخوان چیزی رو تحمیل کنن بر این کشور، ما با قدرت تمام در مقابلشون میستیم. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفتگو با کانال 4 رادیو بی بی سی واکنش رئیس جمهوری آمریکا به حمله به سفارت این کشور در بغداد را اقدامی صحیح توصیف کرد. رژیم ایران معترضان در برابر سفارت را سازماندهی کرد. فکر می‌کنم این تلاشی از سر استیصال بوده و هدف آن ایجاد شکاف بین آمریکا و مردم عراق است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به ایران هشدار داد که صبر استراتژیک ترامپ را با ضعف اشتباه نگیرد. اینها معترض نبودند، تروریستایی بودند که توسط رژیم ایران سازماندهی، تجهیز و آموزش داده شدند. این کارشونه. مایک پامپو، وزیر خارجه آمریکا، هم سفرش به اوکراین، بلاروس، ازبکستان و قبرس را لغو کرد تا در واشنگتن بماند و اوضاع عراق را بررسی کند. او تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره اوضاع عراق و آنچه حمایت ایران از حمله به سفارت آمریکا در بغداد خوانده صحبت کرده. آقای نتانیاهو از واکنش آمریکا در برابر ایران حمایت کرد. همزمان آمریکا 750 نفر از نیروهای واکنش سریع خود را از کارولینای شمالی به کویت اعزام کرده. تنش میان ایران و آمریکا بعد از خروج آمریکا از برجام افزایش پیدا کرده. حالا عراق صحنه جنگ نیابتی دو رقیب دیرین است. عراقی که از یک سو تلاش دارد از کمک آمریکا برای مقابله با داعش استفاده کند و از سوی دیگر روابط نزدیکش را با ایران حفظ کند. فرین عاصمی، بی بی سی. برای صحبت بیشتر در این باره همکار نفیسه کوهنورد اینجا در استودیو با ماست. نفیسه، آیا مشخص شده که معترضان چطور تونستن وارد ناحیه حفاظت شده عراق که سفارت آمریکا در اون قرار داره بشن؟
ناجی، اون منطقه‌ای که سفارت آمریکا و پایگاه نیروهای آمریکایی معروف به یونین 3 یا یونین 3 در اونجا هست، از دو طرف کاملا محافظت شده است، با اینکه حتی بخش بزرگی از منطقه سبز رو همین اخیراً به روی رفت و آمد مردم عادی باز کردن، دیوارهای بتونی رو برداشتن و همه میتونستن 24 ساعته در اون مناطق رفت و آمد بکنن. اون یک تیکه همیشه محافظت شده است. اما جالب اینه که اونطور که منابع ائتلاف به من هم گفتن، نیروهای ویژه‌ای که مسئول ویژه عراقی که مسئول حفظ اون منطقه بودن، اجازه دادن که این تظاهرکننده ها وارد اون منطقه بشن و جالب اینکه با وزیر دفاع تماس گرفته شده، وزیر دفاع عراق بهش گفته شده که اینها نزدیکی منطقه سبز، اصلا منطقه‌ای که نه کل منطقه سبز چون بخش بزرگیش بازه، نزدیک سفارت آمریکا هستن و گفته که مقاومت نکنید و اجازه بدید که اینها وارد بشن. خیلی سازماندهی شده بود، اگر نگاه کنیم تو تصاویر هم مشخصه بدون سلاح وارد شدن این افراد، سلاح با اینکه لباس نظامی بر تنشون بود هیچ سلاحی نداشتند که هیچ به نوعی نشون بدن که دنبال درگیری به اون شکل نیستن و بهانه مسلح بودن ندن به نیروهای آمریکایی که دارن کنترل میکنن اون منطقه رو، اما بدون اجازه هم نبوده. و جالب اینکه در بعضی از تصاویر ما ببینیم که نیروهای قوات خاص، نیروهای ویژه‌ای، بعضی از این نیروهای ویژه‌ای که از طرف آمریکا آموزش میبینن، پیوستن به جمع کسانی که دارن حمله میکنن به سفارت آمریکا. مقامات آمریکایی از شکاف بین مردم عراق و آمریکا صحبت کردن. آیا وقایع روزهای اخیر و همچنین اعزام نیروهای آمریکایی میتونه این شکاف رو عمیق‌تر کنه؟ قطعاً میتونه، به خاطر اینکه همین الان هم خیلی بحث ایجاد شده که دیگه ظاهر و اون ادای شعاری که آمریکا داشت برای بودن در عراق، رفت برگشتن به عراق و اون هم مبارزه با داعش بود و دقتی که حتی فرمانده‌های آمریکایی می‌کردند که به هیچ وجه وارد مسائل سیاسی و باعث تنش‌های منطقه‌ای یا تنش بین ایران و آمریکا نشن و به هیچ وجه در مورد حتی هشت شعبی صحبت نکنن، ما الان می‌بینیم که در توییتر ائتلاف به فرماندهی آمریکا به جای صحبت از جنگ با داعش، تصاویر همین نیروهای آمریکایی منتشر شده که نشانه گرفتند پایین رو از سمت سفارت و همچنین پایگاه آمریکایی نشانه گرفتند تظاهرکننده های و معترضهای هشت شعبی رو، که خب این واکنش های زیادی به دنبال داشته. یه نکته دیگه هم هست ناجیه، که واقعا نگاه به آمریکا خیلی واقعا در عراق مثبت نیست. من در عراق زندگی کردم و با اینکه خیلی از اینها از آمریکا کمک گرفتن و میدونن که این آمریکا بوده، به هر حال اومده و صدام رو برده، ولی یک نگاه در حقیقت عشق و نفرتی وجود داره نسبت به آمریکا، به خاطر اینکه معتقدن که آمریکا برای منافع خودش اومده و در نهایت یک گروه، درسته که یک گروه مشکل ایدئولوژیک دارن مثل همین گروه هایی که نزدیک به ایران هستن، ولی یک گروه هم کلن چه بین سنی ها و چه بین حتی بخشی از مسیحی ها شما اگر برید، اعتماد به آمریکایی ها ندارن و این همین الان بحث اینه که دیگه نقش آمریکا از مبارزه با داعش تبدیل میشه به اینکه یک نیروی اشغالگر داره میشه و این بحث بزرگی رو الان ایجاد کرده. خود نیروهای آمریکایی گرچه الان بهشون گفته شده که دیگه بیشتر از این در عراق روی این مسئله، یعنی مسئله هشت شعبی، تاکید نکنن و دوباره تمرکز رو بر داعش داشته باشن، اما به هر حال اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد از طرف، یعنی اتفاقی که خیلی نباید میافتاد افتاد، چیزی که فرمانده های آمریکایی این همه حواسشون بود که به هیچ وجه اتفاق نیفته افتاد و الان نیروهای آمریکایی در مقابل بخشی از نیروهای به هر حال رسمی عراق قرار گرفتن، هشت شعبی، هر جور باشه، هر چقدر هم به ایران نزدیک باشه، در ساختار نیروهای رسمی عراق در نظر گرفته میشه و اون هم خانواده دارن و در مراسم تشییع جنازه شون هم اگر ببینید واکنش ها رو میشه دید. تعداد زیادی از جوانهای این کتاب حزب الله کشته شدن، اینها خانواده دارن، اینها همسایه دارن، خب میشه انتظار داشت که واکنش ها نسبت به آمریکا
تندتر هم بشه، در مقابل البته نگاه به ایران هم همونقدر بین عشق و نفرت در عراق هست. اینو باید بگم. متشکرم از تو نفیسه کوهنورد اینجا در استودیو. در ایران با تعویق دوباره تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، بعضی از چهره‌های سیاسی حامی تصویب این قانون میگویند فشارها برای مخالفت با آن بیشتر شده. از جمله مجید انصاری یکی از اعضای مجمع گفت کانون‌های خاص که به گفته او اعتباری برای نهادهای مردمی قائل نیستند، فرمان بمباران پیامکی علیه تصویب این لوایح را دادند. پیوستن به این کنوانسیون و کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی جزء خواسته‌های کارگروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF است، نهادی که گفته اگر ایران تا یک ماه دیگر به این دو کنوانسیون نپیوندد به طور کامل وارد فهرست سیاه می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیشب در حاشیه سفر به اردبیل اینطور گفت. حالا یه جایی بود قبلا دعوای مجلس شورای نگهبان زود حل می‌کرد، اونم حالا یه مقدار روغنکاری می‌خواد، دوچار مشکل شده. حالا ما راهی جز این نداریم، یعنی جز این قانون اساسی و طریقی که برای ما مشخص شده. این قانون اساسی میگه اگه یه چیزی مربوط بشه به مسئله امنیت ملی باید بره تو شورای عالی امنیت ملی. ما راه دیگه نداریم. میگن شما بیا بگو به مردم. چی بیام به مردم بگم؟ قانون اساسی ما همینه میگه. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید مقام‌های مسئول به این کمیسیون گفتند در اعتراض‌های آبان ماه 170 نفر کشته شدند. مصطفی کواکبیان از شورای عالی امنیت ملی خواسته آمار کشته شدگان را رسما اعلام کند. با گذشت حدود یک ماه و نیم از شروع اعتراضات هنوز آمار رسمی اعلام نشده. اخیرا خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام وزارت کشور شمار جانباختگان را حدود 1500 نفر اعلام کرد. پیشتر عفو بین‌الملل گزارش داده بود که دست کم 304 نفر در جریان سرکوب اعتراضها کشته شدند. سفیر آمریکا در کابل گفته برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از حمایت شمار اندک مردم این کشور برخوردار است و از این رو باید به فکر تشکیل یک حکومت فراگیر باشد. جان باس در پایان ماموریتش در یک مصاحبه تلویزیونی گفت لازم است که رئیس جمهوری بعدی به خواستها، بیمها و مخالفت‌های بخش بزرگی از جامعه گوش دهد. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش گفته قانون اساسی سطح مشارکت رای دهندگان را مشخص نکرده و هر نامزدی که بیش از 50% رای‌ها را به دست آورد رئیس جمهوری است. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. جان بس گفته اگر در دور نخست کسی برنده شود در کشوری با بیش از 30 میلیون نفر جمعیت و 9 میلیون نفر رای دهنده کمتر از 1 میلیون رای خواهد داشت و بر اساس فرهنگ سیاسی این نشان دهنده حمایت بخش بزرگی از مردم از آن شخص نیست. به همین خاطر رئیس جمهوری دولت بعدی باید به دنبال ایجاد دولت فراگیر باشد. در اینجا از آقای بس پرسیده میشه که آیا منظورش از ایجاد دولت فراگیر نسخه دیگری از حکومت وحدت ملی است؟ پاسخ میده که در این رابطه مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند. ریاست جمهوری افغانستان در رابطه گفته که قانون اساسی سطح مشارکت مردم را مشخص نکرده و به همین خاطر هر نامزدی که 50% آرا جمع یک رای را به دست بیاورد رئیس جمهور خواهد بود. موضوع سطح مشارکت بلافاصله پس از اعلام تعداد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفت. در 4 دور انتخابات ریاست جمهوری پایین ترین سطح مشارکت در همین دور دیده شده. برخی ها در افغانستان به این نظر است که رئیس جمهوری بعدی مجوز قانونی دارد اما مقبولیت اجتماعی و مردمی را نخواهد داشت. اما در جامعه قومی افغانستان مسائل دیگری از جمله عملکرد در دولت و همچنین مسائل قومی در سطح حمایت از رئیس جمهور مؤثر است. علی حسینی، بی بی سی، کابل. دولت افغانستان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف بر سر برنامه‌ای به توافق رسیدند که بر اساس آن نهادهای دولتی مکلف می‌شوند تا تهدیدها علیه کودکان را برطرف سازند. طبق آمار رسمی 6 میلیون کودک در افغانستان با انواع خطر روبرو هستند. به گفته مقام‌های افغان نیمی از این کودکان در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. برای صحبت در این باره شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کابل با ما هستند. آقای مشکور بیشتر در مورد این برنامه به ما بگید و اینکه در چه زمینه‌هایی قرار است که عملی بشه.
امروز بر اساس یک قرارداد مشترک بین حکومت افغانستان و اداره یونیسف که به مبلغ 32 میلیون دلار امضا شد، روی اولویت های و اهداف مشترک کار خواهد کردن حکومت افغانستان و اداراتی که به خاطر حمایت از کودکان کار میکنه. هدف اساسی این قرارداد حفاظت از اطفال محروم و آسیب پذیر است. به اساس این قرارداد روی اولویت های ملی مانند قانون حفاظت از اطفال، استراتژی ملی اطفال در معرض خطر، استراتژی ملی سکتور عدلی و قضایی و پالیسی جوانان. همچنان به اساس زی قرارداد روی اهداف مشترک جهت توانایی ارگانهای ملی و محلی به خاطر تصویب و تطبیق چارچوب حقوقی حفاظت از اطفال، بلند بردن سطح آگاهی افراد، خانواده ها و بزرگان محلی جهت حفاظت از اطفال، کمک به اطفالی که از سبب جنگ آسیب پذیر شدند. به اساس این پلان های مشترک اطفال آسیب پذیر به خدمات صحی، به خدمات تعلیمی و معارف و تغذیه استفاده خواهد کردند. چه چالش هایی زندگی کودکان رو با خطر روبرو ساخته در حال حاضر در افغانستان؟ متاسفانه با اساس آمارهای ملی و بین المللی که در مورد اطفال نشر میشه، اطفال افغانستان در حالت خوبی قرار ندارن. با اساس جنگ ها، ناامنی ها و مهاجرت ها اطفال افغانستان از حقوق بشریشان مکمل دسترسی ندارن. به حقوق بشریشان از جمله معیشت مناسب، حق صحت، حق تعلیم و تربیه، حق تفریح و همچنان طوری که شما میدانید افغانستان یکی از کشورهایی است که در سال 1994 یعنی تقریبا 25 سال قبل از امروز کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال تصویب کرده. با اساس همین کنوانسیون حکومت افغانستان مکلف است که به خاطر اطفال تمام برنامه های حمایتی و حفاظتی و اشتراکی را زمینه فراهم بسازد تا اطفال در تمام مسائل زندگی شریک باشند. متشکرم از شما شکرالله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. آمریکا میگوید ایران با سازماندهی حمله به سفارتش در بغداد به دنبال ایجاد شکاف میان ایالات متحده و مردم عراق است. دولت افغانستان و یونیسف بر سر برنامه‌ای برای حمایت از کودکان افغان توافق کردند. در ادامه برنامه، عکاسی برای به دست آوردن دل معشوق نادیده. نیروهای وزارت دفاع استرالیا آماده می‌شوند تا حدود 4000 نفر از مردمی را نجات دهند که در آتش‌سوزی ایالت ویکتوریا گرفتار شدند. در ایالت مجاور نیو ساوس ولز هم مقام‌ها 7 روز حالت فوق‌العاده اعلام کردند. هزاران نفر از ساکنان و گردشگران در تلاشند تا این منطقه ساحلی را ترک کنند. مهدی بگی گزارش می‌دهد. فیلم سینمایی نیست. تلاش واقعی ماموران آتش نشانی نیو ساوت ویلز در جنوب شرقی استرالیا است برای فرار از جهنم. آتش تقریبا همه جای این ایالت و ایالت مجاور ویکتوریا را فرا گرفته. چند شهر به کلی ارتباطشان قطع شده. از هفته پیش تا حالا 8 نفر کشته، هزاران نفر آواره و صدها خانه ویران شدند. همکنون بیش از 200 آتش سوزی در سراسر استرالیا جریان دارد. اوضاع در جنوب و جنوب شرقی بسیار وخیم است. در این مناطقی ساحلی که در این فصل سال پر از گردشگرند. حالا مقام ها 48 ساعت به ساکنان و گردشگران فرصت دادند تا این منطقه 260 کیلومتری را ترک کنند. خیلی ترسناکه، همه چیز از بین رفته، نه گاز هست، نه برق و نه تلفن. هر لحظه بر وسعت آتش سوزی ها افزوده می شود و مردم در حال فرارند. بعضی از شهرها تنها 1 یا 2 جاده باز دارند و همین باعث ترافیک شدید شده. امروز این فرصت رو داریم که حدود 500 نفر رو از مالاکوتا خارج کنیم. جا
جالبه که الان عده‌ای از مردم نمیخوان اونجا رو ترک کنن، میخوان با ماشین‌هاشون و کاروان‌هاشون اونجا بمونن تا بلکه بتونن از طریق جاده منطقه رو ترک کنن. این ممکنه هفته‌ها طول بکشه. جمعه هم قرار است 800 نفر دیگر را با کشتی نیروی دریایی از مالاکوتا خارج کنند. در ایالت نیو ساوت ویلز یک هفته حالت فوق‌العاده اعلام شده. آتش سوزی ها در استرالیا از 3 ماه پیش شدت گرفت. هواشناسی استرالیا میگوید تا 2 روز دیگر آب و هوای گرمتر و بادهای شدیدتر از راه میرسند. این دو همراه خشکی بی سابقه دست به دست هم دادند تا یکی از بزرگترین آتش سوزی های تاریخ استرالیا را رقم بزنند. مهدی بیگی، بی بی سی. علی عبیری روزنامه‌نگار از شهر برنزدیل در استرالیا با ما هستند. آقای عبیری، بیشتر به ما بگید آیا شدت آتش امروز افزایش پیدا کرده؟ بله، امروز وسط آتش سوزی چندان بیشتر نشد چون شرایط آب و هوایی طوری بود که آتش تقریبا متعادل بود تو همون مناطقی که در قبلا روز دوشنبه و سه‌شنبه بود، هم در همون مناطق مونده، ولی پیشبینی ها بر اینه که فردا جمعه و شنبه با توجه به افزایش دمای هوا و تغییر جهت باد دوباره مناطق خیلی زیادی در معرض خطر قرار بگیره. برای حفاظت از ساکنان چه اقداماتی صورت گرفته؟ دولت ایالتی به همراه دولت فدرال وارد عمل شدن. امروز همین چند دقیقه پیش نخست وزیر ایالت ویکتوریا دنیل اندرو اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد که به دولت ایالتی اختیارات بیشتری میده که بتونن راه‌ها رو ببندن و افراد رو در واقع با زور مجبور به ترک خونه‌هاشون بکنن و ترک مزارعشون، چون این تفکر توی جامعه روستایی به خصوص وجود داره که خیلی از افراد تو مزارعشون باقی میمونن تا از املاکشون دفاع کنن در برابر آتش. مشاهده شخصی خود شما درباره این موضوع چیه؟ من افراد زیادی رو میشناسم که این کارو کردن. یعنی خیلی از کشاورزان چون تعداد زیادی دام دارن، مثلا شاید مثلا 100 تا گاو در یک مزرعه هست، این افراد خانواده‌شون رو زن و بچه‌شون رو فرستادن به جای دیگه و خودشون با امکاناتی که دارن، با پمپ‌های آبی که دارن، سعی میکنن که تو منطقه بمونن و دفاع کنن از املاکشون. ولی به هر حال این قدرت این آتش سوزی به حدیه، یعنی کلا آتش سوزی جنگل ها که به یک نقطه میرسه که دیگه با امکانات این چنینی نمیشه جلوش بایستاد. حتی امداد هوایی و آب‌پاشی توسط هلیکوپتر و هواپیما هم در خیلی از موارد کافی نیست. شاید هلیکوپتر آب‌پاش فقط بتونن یک خونه رو حفظ کنن، ولی هیچ وقت این امکان وجود نداره که کل یک مزرعه رو بتونن با دام‌های موجودش حفظ کنن، چون دمای آتش به 1200 درجه سانتیگراد میرسه و مخصوصا وقتی که به سمت بالای تپه‌ها حرکت میکنه سرعتش میتونه به 300 کیلومتر در ساعت برسه. متشکرم از شما علی عبیری، روزنامه‌نگار از شهر برنزدیل استرالیا. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نوید زنگنه کشتیگیر ملی پوش ایرانی به کانادا رفته. بیشتر گفته شده بود آقای زنگنه در جریان اعتراض‌های آبان ماه دستگیر شده. بعضی رسانه‌های ایران از این احتمال نوشتند که او از 2 سال دیگر با پرچم کانادا کشتی بگیرد، ولی هنوز مشخص نیست این کشتیگیر چه برنامه‌ای برای آینده خود دارد. مجلس ترکیه به اعزام نیروی نظامی به لیبی رأی مثبت داد. ترکیه متحده دولت موسوم به وفاق ملی است که مورد حمایت سازمان ملل متحد است. در سوی دیگر نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر قرار دارند که بخش وسیع از مناطق شرقی لیبی را کنترل می کنند. امارات متحده عربی و اردن حامی ژنرال حفتر هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته اعزام نیرو به لیبی به درخواست دولت وفاق ملی در ترابلس صورت می‌گیرد. او همچنین گفته ژنرال حفتر ثبات منطقه را تهدید می‌کند. مخالفان این طرح هم معتقدند که مداخله مستقیم ترکیه در جنگ داخلی لیبی ممکن است بحران را تشدید کند.
از پارلمان برای مسئولیت در روند رسیدگی به اتهام رشوه گرفتن و کلاهبرداری او انتقادهای گسترده‌ای در پی داشته. آقای نتانیاهو میگوید این اتهام‌ها انگیزه سیاسی دارد، اما بنی گانتس رقیب انتخاباتی اصلی او میگوید آقای نتانیاهو میخواهد خود را فراتر از قانون قرار دهد. آقای گانتس گفته در انتخابات آینده اسرائیل مردم باید بین دو گزینه پادشاهی نتانیاهو و کشور اسرائیل یکی را انتخاب کنند. صدها کارگر مهاجر در سنگاپور به یک استودیو عکاسی می‌روند تا برای پیدا کردن همسر آینده خود عکس بگیرند. آنها با فرستادن عکس به کشورشان می‌خواهند دل آینده همسر آینده خودشون رو ببرند، همسری که هنوز ملاقاتش نکردند. از 16 سال پیش این استودیو عکاسی در محله هندی‌های سنگاپور به دامادها کمک کرده تا نظر خانواده عروس رو جلب کنند. این استدیوی عکاسی در سنگاپور از کارگران مهاجری که در کشورشان دنبال همسر می‌گردند، عکس‌های جذاب می‌گیرد. من امروز احساس خوشحالی می‌کنم چون می‌خوام ازدواج کنم. من در انتظار عشقم و می‌خوام عاشق بشم. اول داماد بلقوه لباس‌های شیک انتخاب می‌کند. بعد حال و هوای عکس و پس زمینه را تعیین می کند. سپس عکس را به خانواده عروس یا به کسی که به هم معرفیشان کرده می فرستند. اگر طالبینی درست باشه میرم هند که عروس رو ببینم. بعد اگه همه چیز خوب پیش بره با همون دختر ازدواج می کنم. اکثر این مردهای جوان اهل هند و بنگلادش هستند، جایی که فرهنگ ازدواج سنتی هنوز رایج است. آنها در مشاغل کارگری سنگین و کم درآمد در سنگاپور مشغول به کارند و این عکس‌ها می‌تواند راهگشای یافتن همسر در کشورشان باشد. ساجیو و سیجا که صاحبان استودیوی عکاسی هستند، اصالتشان از جنوب هند است و خودشان به طور سنتی ازدواج کردند. من اول از ازدواج سنتیم راضی نبودم، اما الان خیلی خوشحالم چون میتونم به مشتریام کمک کنم که همسر خوب بگیرن. این زن شوهر میگویند که ضریب موفقیت عکس‌هایشان 100% است. بعد از اینکه زن پیدا میکنن، زناشون رو میارن سنگاپور و به ما نشونشون میدن که این زن ماست. ساجی و سیجا امیدوارند که ضریب موفقیت عکس‌هایشان برای ازدواج‌های زیاد دیگری ادامه پیدا کند. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.